نام و یاد خداوند بی نهایت مهربان. سلام عرض میکنم به تمام بیننده های عزیز تلویزیون جهانی آریانا. خوش آمدید به مسابقه دلخواه خودتان، به مسابقه IQ. خدا کنه که صحتمند و سر حال باشید. همین لحظه سه اشراق کننده همراه ما هستن و من رویا نادری با سه اشراق کننده 30 گزینه و 3 گزینه صفر در خدمت شما عزیزان هستیم. شما هم بیننده برنامه خودتان باشین و بهترین ها را در کنار ما تجربه کنین. بریم به طرف اشراق کننده و با اونا بیشتر آشنا میشیم. خوش آمدید با IQ. وقت شما بخیر. از شما آغاز میکنیمش که خودت رو معرفی کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اسمم حیات الله است، یک تن از اشتراک کننده برنامه IQ متعلم صنف دهم. سلام، فیض احمد هستم، یکی از اشتراک کننده برنامه IQ متعلم صنف دهم هستم. سلام، پرویز هستم، در این برنامه اشتراک کردم. خوش آمدین اشراق کننده عزیز به مسابقه IQ. فیاض احمد، پرویز، حیات الله اشراق کننده ما هستند در این مسابقه. ببینیم که از بین 30 گزینه انتخاباشان کدام یکی ها میتونه باشه، چقدر امتیاز میتونن به دست بیارن و کدام یکی از اشراق کننده ما برنده مسابقه IQ میشن. شما در کل با ما همراه باشین و بیننده مسابقه دلخواه خودتان. خب اشراق کننده عزیز، در نخست سوال عمومی از شما میداشته باشم. سوال عمومی این هست: مهترلام مرکز کدام ولایت است؟ کدام ولایت؟ لغمان. ولایت لغمان. بله. آفرین به حیات الله، جواب درست برای ما داد و خصوص اول مسابقه ما هست. میریم به طرف 30 گزینه و اولین انتخابی که حیات الله می داشته باشه. انتخاب 4. 4 اولین انتخاب حیات الله است. میبینیم چی است؟ حبوبات. قبول. چی هست نامش؟ 24 ثانیه. فکر میکنی چی باشه؟ در ولایت گرمسیر مثل لغمان هم زیادتر. باقلی. چی؟ باقلی. باقلی؟ لوبیا نیست؟ نه. عدس نیست؟ ماش نیست؟ نه. نخود چی؟ نخود خویش. حیات الله میگه باقلی است. ما هم نتیجه رو میبینیم. آفرین حیات الله، جواب درست بود. باقلی خوش داری؟ پخته کردی تا بالی؟ آه. باز بخصوص دیگه جوشاندهش چقدر مزه میتم را با نمک نه؟ بله. بسیار مزه میتم. حیات الله آفرین، امتیاز به دست آوردی. ببینیم امتیاز حیات الله را. 1000 امتیاز، تبریکت باشه حیات الله. در انتخاب اولت خوب بودی، ولی در کل دیگه کمی معلوم میشه آدم خوششانسی هم هستی، چرا در انتخاب اول دیگه شانس هم رو دیاری کرد. فیض احمد، خود آماده هستی؟ دیدی که حیات الله امتیاز به دست آورد. خودت هم خدا کنه با انتخاب گزینه‌ای که می داشته باشی یک گزینه آسان باشه و خودت هم امتیاز به دست بیاری. گزینه ها کدام هست انتخابه؟ 21. میبینیم ورزشکاران جهان. قبول. در ظرف 30 ثانیه که وقت داری فیاض احمد، برام بگو نامی ورزشکار چی است؟ دروازه‌بان تیم بارسلونا هم میباشه. کریستیانو. نه نیست دیگه. نام دراو. دراو. متاسفانه فیض احمد، جواب درست بر ما نتانستی داده. این گپت که دادانت باندو چی بود؟ دراو. چی؟ دراو. براو. او هم نبود. تریش تیگن. تریش تیگن نام از این ورزشکار که دروازه‌بان تیم بارسلونا هست. متاسفانه فیض احمد نتانست بر ما جواب درست بده، امتیازم به دست ناورد. گزینه ها و انتخاب پرویز. 12. کدام گزینه؟ 12. 12 را انتخاب میکنم. میبینیم وسایل نقلیه. قبل. نامی موتور بر بگو. از کدام کمپانی است؟ ساخت کدام کشور است؟ چی میگی پرویز؟ کانادا. ساخت کشور آمریکا است. خب چی است؟ موتره؟ موتری 2000 است. ثانیه تمام شد پرویز. متاسفانه پرویز هم نتونست بر ما تشخیص درست داشته باشه. از بین موترها کدام موتر زیاد دوست داری؟ از کدام کمپانی باشه؟ 2000 خوش داری؟ 2000 گفتم میرفتی؟ نه، فرونر رو خوش دارم. فرونر رو خوش داری؟ آه. نخریدی؟ تصمیم داری فرونر برات بخری؟ اگه زندگیم بود میخوام. آه بخیر. این فرنر از کدام کمپانی سمی میفهمی؟ کدام فرنر؟ چی؟ نه ایرانات.
موتر شورلت ساخت کشور آمریکا بود. همین تصویری که همین الان دیدی. فرونرم از کمپانی تویتاس. فرونرم. باز بخیر که خریدی، باز شیرینی یادت نره. بخیر. پرویز هم نتونست تشخیص درست برای ما داشته باشه و امتیاز به دست بیاره. میریم به طرف حیات الله که 1000 امتیاز در انتخاب اولش به دست آورده. ببینیم در حال حاضر انتخابش کدام گزینه است. شماره 8. 8. میبینیم. نباتات. سیز. قبول. نام زفران. گل چی است؟ زفران. گله؟ زفران. زفران؟ نام گل چی است؟ نام گل. گله. اولش زی داره. زفران نیست. گله؟ نام گلا رو بگیر. اولش زی داشته باشه. گله؟ گله؟ چی یک گل مقبولی؟ چی یک رنگ مقبولی؟ ثانیه ها تمام شد حیات الله. نتیجه؟ متاسفانه حیات الله. گل زعفران گفتی نه؟ نبود. گل زنبق بود. متاسفانه حیات الله نتونست تشخیص درست برای ما داشته باشه و اون 1000 امتیازی که بعد دست آورده بود او را هم از دست داد به خاطر که نتونست جواب درست برای ما به تیار داشته باشه. امتیاز حیات الله رو میبینیم. صفر شدی حیات الله، امتیاز از دست دادی. خیر از جیگرخون نباش. شانس بعدیت میتونی امتحان کنی. هنوز گزینه‌های زیادی باقی مانده و وقت زیادی هم هست. شما همچنان با ما همراه باشین و بیننده مسابقه آی کیو. حال می‌بینیم به طرف گزینه‌ها و انتخابی که فیاض احمد می‌داشته باشه. ششم. گزینه 6. گزینه 6 انتخاب کردی؟ صفر بود گزینه 6. متاسفانه فیاض احمد یکی از گزینه‌های صفر ما بود که از برنامه خودت حذفش کردی. خب دو گزینه صفر هنوز در بین گزینه‌های ما باقی مانده. اینکه کدام یک از اشتراک کننده ما او را انتخاب میکنن از برنامه حذفش میکنن. شما با ما همراه باشیم. بعد از وقفه برمیگردیم در بخش دوم. بیننده برنامه خودتان باشید. خوش آمدید به بخش دوم مسابقه آی کیو. هر سه اشتراک کننده ما تا حال نتونستن امتیاز به دست بیارن چرا که نتونستن تشخیص های درستی بر ما داشته باشن. حال در بخش دوم ببینیم که پرویز انتخابش کدام گزینه است. آیا میتونه حداقل 1000 امتیاز از آن خود کنه؟ با ما همراه باشین. گزینه ها 15. گزینه 15 را انتخاب میکنن. میبینیم. حیوانات. قبول. 30 ثانیه وقت داری. نامی حیوان برای بگو که چیه؟ تنسا. چی؟ تنسا. چی؟ تنسا. نون از بعد از ته یا میم است؟ ته ته تنسا. ته است نون است باز سین است؟ آه میم است یا نون؟ نه تنسا. تمسا. تمسا نه تنسا. تمسا. پرویز تمسا. میبینیم نتیجه را. آفرین پرویز. تو میگی تمسا. نون میایه بعد از ته؟ نه ما تمسا. تمسا. آفرین. صحیح بگو تمسا. بگو تو؟ تمسا را گفتم. بگو ای بود تمسا؟ تمسا. تمسا. آفرین. آفرین. جواب درست بوده. امتیاز بعد از ساری. ببینیم امتیاز پرویزه. 1000 امتیاز برای تبریک باشه پرویز. امتیاز خوبی هست. خودت کوشش کن امتیاز رو حفظ کنی از دست نتی. حیات الله خودت 1000 امتیاز از دست دادی، صفر شدی. بیا این دفعه انتخابی که از بین گزینه‌ها می داشته باشی را با دقت انتخاب کن شاید بتونی پس جبران کنی امتیازت. گزینه ها 25. گزینه 25 رو انتخاب میکنه. دنیای حیوانات. قبول. نام حیوان وحشی چی است؟ بیشتر در آفریقا هم زیادتر از اونجا. بله. چی هست نامش حیات الله؟ دیدی خودی که 100% در راز بقا در برنامه که مربوط به حیوانات میشه و معرفی حیوانات و زندگیشان که هست. نامش چی هست حیات الله؟ ثانیه تمام شد. متاسفانه حیات الله ثانیه تمام شد. نتونستی نامی حیوان بر ما درست بگوی. نامی حیوان وحشی که بیشتر در آفریقا هم زیادتر میباشه کرگدن.
که متاسفانه حیات الله نتونه تشخیص درست برام داشته باشه، امتیاز به دست بیاره. صفر بود، صفر هم باقی ماندن. گزینه ها و انتخاب فیاض احمد. سی. میبینیم. افغانستان شناسی. قبول. ای جای تاریخی و مقبول فکر میکنی کجا باشه فیاض احمد؟ ای قندار نیست؟ قندار. در ولسوالی بلخ ولایت بلخ هست. خب؟ نامش چی هست؟ کجا هست؟ بچی نام یاد میشه؟ 4 ثانیه. 0 ثانیه فیاض احمد؟ و خودت نتونستی جواب درست برم داشته باشی. جواب شما غلط است. سکوت شما کاملا غلط است. خواجه پارسای ولی در ولسوالی بلخ ولایت بلخ که با تاسفانه فیاض احمد خودت نتونستی تشخیص بدی و امتیاز به دست نوردی. بلخ رفتی؟ رفتی یا نی؟ نه. کجا رفتی از این ولایت ها؟ کجا رفتی بر چکر؟ با قندار رفتیم، جلال آباد، وردک. اونجا رفتی دیگه چکر؟ چکر رفتی یا دیدن قوما رفتی؟ هی چکر زن رفته بودم. چکر زن رفته بودی؟ با چه سوغات آوردی از اونجا؟ از اونجا هیچیز. هیچیز؟ یعنی تو رفتی اینو تو آمدی؟ چه تو در خانه رایت داده؟ و خدای از ما کدام موز فامیل ما بره یک جای چکر بره باز بر ما سوغات نیریش در خانه رایش نمیدیم. یعنی راست میگم اینال یاد بگیر از میکارا را، خوب است برد و فایده ایت است. متاسفانه فیاض احمد نتونست جواب درست برام داشته باشه. حال میریم به طرف گزینه‌های باقی مانده، ببینیم پرویز کدام گزینه را انتخاب میکنن. گزینه 20. 20. میبینیم. متاسفانه پرویز گزینه 20 را انتخاب کردی و یکی دیگر از گزینه‌های صفر ما بود که خود از برنامه حذفش کردی و خودت هم 1000 امتیاز داشتی. این حال با انتخاب این گزینه تمام امتیازت صفر شد. بازم امتیاز پرویز هم می‌بینیم. پرویز، خانه که به نام تو بود پس خالی شد و صفر شد، برگشت به خانه اول. خدا کنه از این به بعد در برنامه خوب باشی، بتونی 1000 امتیاز پس به دست بیاری، پس بتونی امتیاز از هفته جبران کنی. شما با ما همراه باشیم، بعد از دفعه برمیگردیم در بخش سوم مسابقه آی کیو. ما را تنها نگذارید. شما بیننده مسابقه آی کیو هستین و بخش سوم فرا رسید. نوبت به حیات الله رسیده، ببینیم انتخابش از بین گزینه ها کدام یکی است. شماره 1. 1. میبینیم 1 چی است. افغانستان شناسی. قبول. ای جای تاریخی و زیبا کجا هست؟ در کدام شهر است؟ در شهر کابل است. و در شهر کابل است؟ مطمئنی در کابل است؟ بله. خب بگو کجا است؟ جرگه. مقبره یکی از شاه هاست. چی شد؟ ثانیه تمام شد آیت الله. متاسفانه. در مرکز شهر جلال آباد موقعیت داره مقبره غازی امان الله خان. جلال آباد رفتی کدام وقت؟ رفتیم مگم. رفتی؟ آه. ولی اینجا نرفتی؟ نرفتیم. نه. اجازه فامیلی نداشت اینجا نرفتی؟ بله. تو؟ همون یک گپ بودم. راست گفتیم؟ بله. خب، چطور ما هوشیار شدیم؟ هوشیار بودی. متاسفانه حیات الله نتونست تشخیص درست برام داشته باشه و هیچ امتیازی به دست نورد. صفر بود، صفر هم باقی ماند. لحظات بسیار اندک از مسابقه باقی مانده. شما با ما همراه باشین، ببینین کدام یک از اشتراک کننده ما حداقل میتونن 1000 امتیاز به دست بیارن و برنده مسابقه ما شوند. گزینه ها و انتخاب فیاض احمد. 22. 22 را انتخاب میکنه. میبینیم. شخصیت های تاریخی و فرهنگی افغانستان. قبول. نام شخصیت تاریخی و فرهنگی چی است؟ منجم، نویسنده و تقویم نگار افغان هم بودند. نام شخصیت چی است؟ فعلا حیات نیست.
ثانیا تمام شد فیاض احمد. نتونستی برام جواب درست داشته باشی؟ اما تو چوب بودی. شخصیت های فرهنگی اینا رو میشناسی؟ نویسنده ها، شاعرا، تقویب نگارا. شناخت داری نداری امروشان؟ در بارشان خواندی نخواندی؟ ندارم و یکی از بنام ملنگ جان است، به او شناخت دارم به شعرهایش. خب این شخصیت نمیشناختی دیگه؟ نخیر. خب منجم، نویسنده و تقویم نگار افغان، نامی همی شخصیت تاریخی و فرهنگی ما هم استاد علی اصغر بشیر هروی، نامی همی شخصیت بود که خودت نتانستی تشخیص بدی. فیاض احمد صفر بودی، صفر هم باقی ماندی متاسفانه. حال ببینیم پرویز از بین گزینه‌ها کدام است انتخابش. گزینه 11. 11. میبینیم. اشیا. کابل. نامی شای. یک وسیله از بر سرگرمی، یک بازی است دیگر. شطرنج. شطرنج همو طور است؟ شطرنج همو شطرنج دیگر، همین رقم است؟ ثانیا تمام شد. پرویز چی شدی؟ چرا نتونستی جواب بدی؟ از تخته کرمبول به خاطر سرگرمی دیش وقت استفاده نکردیش، وقت بازی نکردی امروش؟ نه بازی نکردم. نامه میشه هم دیگه تخته کرمبول بود. دیده بودی؟ شطرنج که چارخانه چارخانه میباشه، سیاه و سفید، نه باز مورگک ها داره. این شطرنج نبود. متاسفانه پرویز نتانست تشخیص درست بر ما داشته باشه و امتیاز هم به دست نورد. گزینه ها و انتخابی که حیات الله میداشته باشه. شماره دو. دو را انتخاب میکنن. میبینیم. پرندگان. قبول. نامی پرنده چیه؟ سایره. چی؟ سایره. سایره؟ بله. مطمئن سایره هست؟ بله. آیت الله ببینیم خیلی نتیجه را؟ نتیجه را بیم. اگر میخوای فکر کنی خب وقت داری؟ نه اموز. آیت الله میگه نامی پرنده سایره است. ما ببینیم تشخیص که برما داده درست است؟ یا که خیر؟ آفرین آیت الله. جواب درست بود و تانیسی 1000 امتیازی که خود در دست دادی پس او را جبران کنی و خانه‌ای که به نام حیات الله هست دوباره پر شد و باید به دست آوردن 1000 امتیازی که همین لحظه با هم میبینیم. 1000 امتیاز تبریکت باشه حیات الله. آفرین، تشخیص درست بود. میریم به طرف گزینه‌های باقی مانده و انتخابی که فیاض احمد میداشته باشه. 13. بله. میبینیم 13 چی است؟ هنرپیشه‌های سینمای افغانستان. قبول. یکی از بهترین بازیگران سینمای افغانستان است. خب یکی نامش چی است؟ فیاض احمد برام گفته میتونه؟ سراشم. چی؟ سراشا. نه، برادر توا بارش هم است. خب ثانیا تمام شد. فیاض احمد نتونست تشخیص بدی. برادر توا بارش آوازخوان بسیار مطرح، شاید شنیده باشی آهنگاشون. برادر از او هم است. نیفتی هنوزم که نامی میتونست چی باشه؟ گفتم تواب. گفتم تواب بارش. نه، برادر از این نامش تواب بارش است. خب نام اصلی، نام خود از این هنرپیشه که تصویرش دیدی نعمت آرش. بله، نعمت آرش که برادر تواب آرش است، آوازخانه که بسیار مطرح است و انگوش شاید هم شنیده باشی. فیاض احمد بازم نتونست بر ما جواب درست داشته باشه و هیچ امتیازی هم به دست نورد. گزینه ها و انتخاب پرویز. هفت. میبینیم. آلات موسیقی. قبول. نامی آله موسیقی چی است پرویز؟ چی هست بچه؟ یک آله بادی غربی هم هست. چی هست؟ نامش چی است پرویز؟ 18 ثانیه وقت باقی مانده، فکر کو. نام آله موسیقی را برام بگیر. نتیجه متاسفانه پرویز، ساکسفون نام از این آله موسیقی. متاسفانه پرویز نتونست تشخیص درست بر ما داشته باشه و امتیاز به دست بیاره. صفر بود. حال میریم به طرف حیات الله ولی متاسفانه وقت برنامه ما تمام شد. حیات الله
خود 1000 امتیاز دارین. بله. برنده مسابقه هستی. بر تبریک میگم. تشکر. و تشکر از پرویز و فیاض احمدم. سلامت باشین. وقت خوش بر عرصه شما. خدا نگهدارتان. بر هم چنان بر شما. وقت و لحظات خوب و خوش شما هم داشته باشین تا برنامه بعد. خداوند نگهدار همه ما و شما.